زیبایی مرگبار. میخوام چند تا سوال از شما بپرسم که ممکنه بعضی از اونها بسیار خصوصی باشه. به همین دلیل قبلا از شما عذرخواهی میکنم. امروز چه احساسی داری؟ یکم احساس ضعف میکنم. خب آیا تا کنون به دادگاه احضار شدین؟ نه خانم. خوبه، آیا تا کنون از کسی شکایت کردین؟ نه خانم. روز بخیر دخترا. امروز قصد دارم در مورد صورت و شکل ظاهری شما صحبت کنم. خب گفته میشه که وضع ظاهری ما خانم ها برای ما بسیار با اهمیته، اما این گفته صحیح نیست. علاوه بر اون، شکل و وضع ظاهری ما بیشتر از احساسات درونی ما و از اینکه دیگران نسبت به ما چه احساسی دارن نشأت میگیره، که این موضوع بسیار حائز اهمیته. احتمالاً از نظر یک سرآشپز فرانسوی، چاشنی و ادویه مورد استفاده در غذاست که اونو دلپذیر میکنه. یکی از طراحان سابق بزرگترین برند لوازم آرایشی که فرمول لوازم آرایشی رو برای اون برند تهیه می‌کرد با ما تماس گرفت و گفت صنعت لوازم آرایشی در حال نابود کردن سلول‌های زنانه. سین، لام، واف، لام، سلول. به اون گفتم پس چرا شما چیزی نمیگید؟ گفت نمیتونم. مشکلات ناشی از لوازم آرایشی حتی از صنعت تنباکو هم بزرگتره، چون در اینجا صحبت از هزاران نوع مختلف از مواد شیمیاییه. همون مواد شیمیایی سمی که به داخل رودخونه ها ریخته میشه در خونه ما نیز جریان داره. میلیون ها کودک در اثر برخی از این مواد شیمیایی صدمه میبینن، حتی قبل از اینکه بدونیم اونها سمی هستن یا نه. محصولات مراقبت از پوست، مو و لوازم آرایشی مربوط به زنان مشکلاتی از قبیل سرطان تخمدان، زایمان پیش از موعد، مسمومیت ناشی از جیوه و اختلال در عمل کرده غدد درونی ایجاد کرده. صنعت لوازم آرایشی روش‌های علمی خاص خودشو داره و به ادعای اونها تعداد کمی از سرطان‌ها در اثر مواد شیمیایی ایجاد میشه. هیچ راهی وجود نداره که شما بدونید چه موادی در این محصولات به کار رفته. شرکت‌های بزرگ اجازه نمیدن قوانین اجرا بشه و همین مسئله موجب میشه که به مردم خسارت و صدمه زیادی وارد بشه. احتمالاً 125 نوع مواد سرطان‌زا در لوازم آرایشی وجود داره که امروزه توسط زنان مورد استفاده قرار میگیره و از این نوع مواد هر روزه به این لیست داره اضافه میشه. مواد شیمیایی مثل انسان‌ها نیستن که بی‌گناه باشن و تا زمانی که ثابت نشن گناهکارن. تا زمانی که این مواد شیمیایی رو تحت کنترل قرار ندیم، بدون شک با یک فاجعه مواجه خواهیم شد. به نظر ما کلیه موادی که در عملکرد هورمون‌ها اختلال ایجاد می‌کنن، در ابتلا به سرطان‌های هورمونی مؤثر هستن. اسم من میلیه، 24 سالمه، سال اول ابتدایی. واقعا موسکه. وقتی بچه بودم رفتارم بیش از حد دخترونه بود. معمولا مادرم لباسای منو انتخاب میکرد و به من میگفت تو دختر هستی و باید لباسای دخترونه بپوشی. مردم تو رو با لباسی که میپوشی قضاوت میکنن. من به آرایش کردن علاقه دارم. من عاشق محصولات بهداشتی شخصی هستم، در حالی که حتی هیچ وقت اونا رو به نام محصولات بهداشتی شخصی اطلاق نمیکردم. یعنی چیزایی مثل مواد ضد عفونی کننده و یا کرمای ضد آفتاب. و در واقع شما در شرایطی بزرگ میشین که فکر میکنین باید از اونها استفاده کنین و اینکه فکر میکنین استفاده از اونا به شما اعتماد به نفس میده. در واقع در طول 55 سال زندگی خودم هیچ وقت بیمار نشده بودم. پاییز بسیار بدی بود، به پزشک مراجعه کردم. فکر میکردم دنده های قفسه سینه‌ام مشکل پیدا کرده. پزشک گفت قفسه سینه‌ات هیچ مشکلی نداره. در مرحله چهارم بیماری بودم. در ماه می سال 2014 رسماً اعلام کردند که به سرطان تخمدان مبتلا هستم و در ماه مارس گفتند 6 ماه دیگه زنده هستم. ابتدا زمان بندی عادت ماهانم مختل شد. اون موقع 49 سالم بود. میدونستم که احتمالا زمان زیادی تا یائسگیم نمونده، ولی با این حال اختلال در عادت ماهانم طبیعی به نظر نمی رسید. سلام. سلام، حالتون خوبه؟ به متخصص جراحی زنان مراجعه کردم. جراح در حالی که نتیجه پاتولوژی رو در دست داشت روی صندلیش نشسته بود.
از اونجایی که حرفه من در زمینه مراقبت‌های بهداشتی بود، با دیدن نتیجه آزمایش فهمیدم که به سرطان مبتلا شدم. با خودم فکر کردم این اصلا خوب نیست. پزشک گفت چنین چیزی رو انتظار نداشتم. واقعا متاسفم. رحم باید کاملا برداشته میشد و سپس شیمی درمانی شروع میشد. کلیه کتابایی رو که در زمینه سرطان تخمدان داشتم بیرون آوردم تا بدونم باید چیکار کنم. چه کار اشتباهی کرده بودم؟ در دسامبر 2014 تحت عمل جراحی قرار گرفتم. همه چیزو از شکمم خارج کردن، تخمدان و لوله های رحم. شکمم داشت بزرگ و بزرگتر می شد. این مسئله خیلی برام آزار دهنده شده بود. این روند به مرحله‌ای رسید که دیگه نمیتونستم خم بشم. به یه متخصص هورمون مراجعه کردم و گفت وقتی که علائم بیماری ظاهر میشه دیگه خیلی دیر شده. زمانی که اونو کشف کنن دیگه در همه جا پخش شده، یعنی اون موقع دیگه به آخر خط رسیدی. دکتر یه سوزنو از زیر پوست وارد شکمم کرد. ماده سبز رنگ به اندازه 6 بطری 1 لیتری از بدنم خارج شد. اولین چیزی که به ذهنم رسید این بود که دیگه هرگز به سن 50 سالگی نمیرسم. و بدین شکل بود که داستان شروع شد. وقتی شنیدم باید شیمی درمانی بشم قلبم از جا کنده شد. زندگی عادی من از اون روز به بعد به پایان رسید. پزشکم یه کتاب به من داد. در پشت کتاب لیستی از عوامل مختلف ابتلا به بیماری نوشته شده بود. وقتی اونو خوندم گفتم خب من که چند تا بچه دارم، پس این نمیتونه یکی از عوامل باشه. در بین اعضای خانوادم هم هیچ کس مبتلا به سرطان نشده. در اون زمان چاقم نبودم و اضافه وزنم نداشتم. هرگز از قرصای ضد بارداری هم استفاده نکرده بودم، پس به خوندن ادامه دادم. اونجا نوشته بود پودر تالک. چی؟ پودر تالک؟ همیشه از پودر تالک یا همون پودر بچه استفاده می کردم. به لیبلای روی بطریم نگاه کردم، اما تو هیچ جاش ندیدم که نوشته باشه که در اثر استفاده از اون ممکنه با خطر ابتلا به سرطان مواجه بشم. میشه گفت که از سن 16 سالگی همیشه از این پودر استفاده میکردم، اما هرگز فکر نمیکردم که استعمال این پودر چقدر میتونه خطرناک باشه. من و مادرم هر دو از پودر بچه استفاده میکردیم. زنهای خانواده ما همه از مصرف کنندگان پودر بچه بودن. مادرم همیشه از زمانی که نوزاد بودم و تا زمانی که بچه بزرگی شدم از اون پودر بر روی بدن من استفاده می کرد. پس از هر بار استحمام از پودر بچه به عنوان خوشبو کننده استفاده می کردم. همیشه از پودر بچه استفاده می کردم چون بوی پودر بچه رو دوست داشتم. آره. و به هیچ وجه نمی دونستم که در این محصول چیزی هست که ممکنه مضر باشه. چند وقت بود که از پودر بچه استفاده می کردید؟ در تمام طول عمرم، چون همیشه می خواستم طراوت و تازگی داشته باشه و ما خانوما همیشه باید از وضع ظاهری مراقبت کنیم. معمولا از چه نوع پودر بچه استفاده می کنید؟ از مارکای معروف. فکر کنم مواد آرایشی مثل یه لایه حفاظتی عمل میکنه. وقتی قراره توی یه مصاحبه شرکت کنم همیشه دوست دارم اون لایه حفاظتی روی صورتم باشه تا دیگه صورتم هیچ نقصی نداشته باشه و نگران نباشم. اگرچه ممکنه دیگران متوجه این موضوع نشن، اما به هر حال من خودم به این مسئله خیلی اهمیت میدم. وقتی شما در بین دوستانتون هستین و همه اونا آرایش کرده باشن و اگه شما آرایش نکرده باشین، این به نظر من کمی عجیب و ناجور به نظر میرسه. برای همینم من از لوازم آرایش مختلفی استفاده می کردم.